اگه از همه بپرسن تو خونه مهربون ترین کس کیه، شما رو اگه معرفی کردن خب خیلی خوب بگن مهربون ترین کس، شاد ترین کس، شاد کننده ترین کس کیه. اگه شما رو معرفی کردن که شما بدونید پیش خدا خیلی قیمت دارید، پیش خدا خیلی عزیزی که بلدی شاد کنی دیگران. بعضی آدم ها اینجوری هم خیلی خوش سلیقه، یعنی اصلا خروجیشون شاد کردن دیگرانه، خروجیشون آروم کردن دیگرانه، خروجیشون قدرت دادن به دیگرانه. این آدم اصلا دشمن شیطانه، یعنی دکتر نقطه مقابل شیطان قرار میگیره. این آدم هر کسی که نزدیکش بشه، همسرش، بچه هاش، نمیدونم پدر مادرش، دوستاش، هر وقت نزدیک این آدمن خوبن، آرومن، شادن، بلده بقیه قدرت بده. این خیلی مهمه. البته حلال و حرام باید رعایت بشه، و به هر قیمتی نباید بقیه رو شاد کنیم. مثلا غیبت بکنیم، جوکای زش بگیم، از خانوادتون شروع کنید. بیان من چی جوری میتونم خانوادم رو شاد کنم؟ امروز خانومم خسته است، مهمون زیاد داره، من میتونم یه کاری کنم که این نصف بارش کم شه، یه پنجم بارش کم شه. من میتونم با یه چیزی، با یه پیشنهادی، با یه کاری کنم که این شاد شه. آنتن ذهنت قفل بشه رو این که من الان چند ساعته که تو خونه حضور دارم، یا حتی بیرون از خونه چجوری میتونم بچه ها رو شاد کنم، خانواده رو شاد کنم. مثلا زنگ بزن شما امشب غذا درست نکنید، امروز غذا رو سمش بید مهمون ما، ما غذا درست میکنیم میایم خونه شما، امروز بریم همگی پارک. عرضه داشته باشم وقتی تو اتومبیل میشینم یا میریم مسافرت یا تو خونه هستیم با هم، بتونم بخندونم بقیه رو، یا چند تا لطیفه خوب بتونم بگم، چند تا حرف قشنگ بتونم بزنم، بقیه رو شاد کنم. همین. ازت چیزی میاد بیرون یا نمیاد؟ خروجی چیه؟ این قیمت آدم رو مشخص میکنه.